رئیس، نمایندگان و سناتورهای محترم، از دیدار با شما بسیار خوشحالم. از توجه شما به مسئله ایران و همچنین نقض حقوق بشر در ایران تشکر می‌کنم. این امر شناخته شده که در ایران تحت حاکمیت آخوندها چیزی به عنوان حقوق بشر اصلا وجود نداره. واقعیت اینه که حکومت قانون لازمه احترام به حقوق بشره، اما رژیم و قوانین اون در تعارض ماهوی با قانون بین المللی حقوق بشره و در حکومت مطلقه ولایت فقیه انتخابات آزاد وجود نداره، شرط کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری و یا حتی نمایندگی مجلس و سنا اثبات نظری و عملی و در عمل وفاداری کامل به ولی فقیه و در اونجا هیچ اپوزیسیونی وجود نداره و هیچ کس حق مخالفت با رژیم رو نداره. تمامی مطبوعات تحت کنترل دولت و وزارت اطلاعات رژیم آخوندیه. در یک کلام، در نظام ولایت فقیه که 35 ساله بر میهن ما ایران حکومت میکنه، هم در قانون و هم در عمل بیانیه جهانی حقوق بشر و همه معاهدات بین‌المللی حقوق بشری رو رسما نقض میکنند، از جمله پیمان حقوق مدنی و سیاسی، پیمان حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، پیمان از بین بردن همه انواع تبعیض علیه زنان، پیمان منع شکنجه، پیمان حقوق کودکان، پیمان حفاظت از حقوق کارگران مهاجر و نظایر آن. این پیمان ها به طور مستمر و به شدیدترین وجه نقض میشه. در ایران نقض سیستماتیک حقوق بشر اولین چیزیه که همه باندهای رژیم متفقاً و متحداً بر سر اون وحدت دارن. در ایران نقض حقوق بشر قانون و رعایت حقوق بشر نقض قانون است و برعکس تبلیغات لابی های آخوندها در خارج کشور، بعد از اینکه روحانی روی کار اومده، نه تنها وضع حقوق بشر بهتر نشده، بلکه برعکس رژیم آخوندی در ماهای گذشته در حالی که در خارج با لبخند برخورد میکنه و تلاش میکنه که جام جهانی رو فریب بده، در داخل ایران با تشدید سرکوب و اعدام‌ها در صدد کنترل جامعه انفجاری ایرانه و 6 ماه بعد از روحانی بیش از 450 اعدام، از جمله اعدام زندانیان سیاسی در ایران وجود داشته. زندانیان سیاسی همچنان تحت شکنجه قرار دارند و حتی از دسترسی آزاد به معالجات پزشکی محرومند. سرکوب در زندان‌ها اونقدر افزایش پیدا کرده که ماه گذشته 3000 زندانی در زندان‌ها دست به اعتصاب غذا زدند. تعدادی از اونها هنوز اعتصابشون ادامه داره. در حال حاضر بیش از 40 روزه که تعدادی از زندانیان سیاسی همچنان در اعتصاب غذا به سر میبرن. هر گونه هواداری یا وابستگی به سازمان مجاهدین با دستگیری، شکنجه و اعدام روبروه. در ماه‌های اخیر شماره فزاینده ای از آزادی خواهان از سایر ملیت‌ها، از جمله کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها اعدام شدن. فیلترینگ هر روز تشدید میشه و از 60 نهاد سرکوب رژیم 12 نهاد برای عملیات اختناق و کنترل اینترنت وجود داره و همچنین ارگان‌های امنیت رژیم روزانه به طور متوسط 1700 نفر رو در ایران دستگیر میکنن. عفو بین الملل در روز 4 آذر طی اطلاعیه اعلام کرد که 100 روز بعد از روی کار اومدن آخوند روحانی وضعیت حقوق بشر همچنان وخیم است و اوضاع بدتر است و چندین بیانیه اضطراری در مورد اعدام و شکنجه در ایران صادر کرده. اما مسئله اینه که ملاها میدونن هر گونه توقف در اعدام و کاهش سرکوب در ایران به سرعت راه به سرنگونی تمامیت رژیم دیکتاتوری مذهبی میبره. به همین دلیل ما همیشه گفتیم و تکرار میکنیم که اگر این رژیم توان رفرم داشته باشه ما به غایت از اون استقبال میکنیم، ولی واقعیت اینه که رژیم ملاها ظرفیت هیچ رفرم و یا احترام به حقوق بشر رو نداره، چون بلافاصله منجر به سرنگونی اون خواهد شد. اینها صحنه هایی هست از اعدام روزانه در ایران برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم ایران. این کتاب نام 20000
از این اعدامی ها در ایران رو جمع آوری کرده بودم در شرایط سرکوب. کسانی که به این نسل کشی و این جنایت علیه بشریت مرتکب شدن الان در حکومت حتی آخوند روحانی جزو مقامات مسئول کشوری هستند. اجازه بدین اینجا برای این حقیقت تاکید کنم که اونجا که ملاها انجام دهند هیچ ربطی به فرهنگ ایران و اسلام نداره. بنابراین نباید فریب تبلیغات ملاها رو خورد که میخوان جنایات خودشون رو تحت پوش تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی توجیه کنند. این یک توهین به مردم ایران و فرهنگ ایران و همچنین یک توهین به اسلام واقعیه. شما میدونید که اولین منشور حقوق بشر در جهان در ایران توسط کوروش در سال 538 قبل از میلاد مسیح نوشته شد. در این منشور حقوق شهروندی در همه زمینه‌ها به رسمیت شناخته شده، آزادی ادیان به رسمیت شناخته شده و حتی در دورانی که جمهوری نبود این منشور میگوید اگر ملتی سلطنت مرا نخواهد من بر آنها سلطنت نخواهم کرد. این منشور در سال 1971 توسط سازمان ملل به 6 زبان ترجمه شده. من همچنین باید اشاره کنم که سنت‌های دموکراتیک و حقوق بشری دکتر مصدق نهضت ملی ایران در حکومت 2.5 سالش در دهه 1330 نشان دهنده ظرفیت‌های دموکراتیک جامعه ایرانه. و من همچنین باید تأکید کنم که برخلاف تبلیغات آخوندها دین اسلام دین رحمت، رهایی، برادری، برابری و صلح و دوستیه و اسلام دینی مبتنی بر آزادی انسان و حق انتخاب آزاد اوناست. مظهر این مقاومت پایداری 3000 مخالف ایرانی در زندان لیبرتی در عراق. به همین دلیل، یعنی به دلیل تأثیرات گسترده این مقاومت در جامعه ایران و در مقابل دیکتاتوری مذهبی که رژیم آخوندی از هیچ تلاشی برای نابودی اونها فروگذار نمی کنه، برای اینکه اونها خواسته های واقعی مردم ایران رو نمایندگی می کنند و در ده شهریور یعنی اول سپتامبر به درخواست رژیم ملاها نیروهای مالکی به کمپ اشرف حمله کردند، 52 نفر رو به شهادت رسوندند و 7 نفر از اونها رو به گروگان گرفتند. تا الان بیش از 109 روز از اون روز میگذره، هنوز حتی اجساد این 52 نفر رو تحویل ندادن به خانواده های اونها و اینها تصویری هست از 52 مجاهدی که در ده شهریور به شهادت رسوندند. و متاسفانه ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل برخلاف تعهدات مکرر خودشون برای تامین امنیت و حفاظت ساکنان لیبرتی و یا حتی آزادی اون گروگان ها قدمی بر نداشتند. در حالی که هیچ قدمی از سوی دولت ها برداشته نشده، دادگاه اسپانیایی تحقیقاتی در مورد مشاور امنیتی مالکی رو انجام داده و به خاطر اتهام جنایت علیه جامعه بین‌المللی نقش اون رو در قتل عام ده شهریور شروع کرده و طی چند ماه گذشته سطحاً در لیبرتی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و استرالیا دست به اعتصاب قضا زده بودن تا جهان را نسبت به این بی‌عدالتی بیدار کنن. من از اونو خواستم بعد از این حکم به اعتصاب قضاشون خاتمه بدن، ولی با این قول که یک کمپین بین‌المللی برای خواسته های اونها از جمله آزادی 7 گروگان، حفاظت ساکنان در لیبرتی و همچنین فراخوان به جامعه بین‌المللی برای اقدامات ضروری جهت خاتمه دادن به اعدام‌ها در ایران با قدرت تمام ادامه پیدا کنه و از شما انتظار دارم که دولت ایتالیا رو ترغیب کنید که رهبری یک ابتکار انسانی رو برای دفاع از حقوق بشر در ایران به دست بگیره. به طور مشخص ما خواستار این هستیم که یک پرونده نقض حقوق بشر و همچنین اعدام‌های خودسرانه توسط این رژیم به شورای امنیت برده بشه. 2، معاملات اقتصادی با این رژیم رو منوط به توقف اعدام‌ها بکنند، یعنی مشروط به توقف اعدام‌ها بکنند. 3، برای تامین حفاظت لیبرتی که هر آن در معرض حمله و کشتار هست یک اقدامات سریع انجام بشه. و 4، برای آزادی 7 گروگان که 6 از اونها زن هستن نفوذ خود رو به کار بگیرن. در انتها از دوستان عزیز تشکر میکنم
و میخوام اینجا بگم که جنبش ما به عنوان یک جنبش دموکراتیک خواهان یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت، جامعه‌ای بر اساس احترام به حقوق بشر و همچنین لغو حکم اعدام، برابری زن و مرد و یک ایران غیرتومیه. ما خواهان نظامی هستیم که به طور سیستماتیک به همه پیمان‌های بین‌المللی حقوق بشر احترام بذاره و زمینه اجرای اونها رو مثل قوانین جاری کشور به طور سیستماتیک فراهم کنه. من همه شما رو به یاری مردم ایران در راستای تحقق این اهداف عالی فرا می‌خونم. خیلی خوشحالم که در اینجا میتونم در مورد نقض حقوق بشر در ایران صحبت کنم و حمایت شما رو برای مردم و مقاومت ایران داشته باشم. از همه شما متشکرم. در اینجا میخوام این کتاب رو به آقای رئیس کمیسیون تقدیم کنم، کتابی که بیان نقض حقوق بشر در ایران، نام بیش از 20,000 از 120,000 شهدای مردم ایران برای مقاومت در مقابل استبداد مذهبی. گراتسیه.